اینجای سرت چی شده پژمان؟ اینجای سرم یه بار ریخت به پوشش. اینجای سرم یه بار ریخته بوده، بعد از این آمپولا زدم سفید در اومد. از این آمپول سفیده رو زدم. آخه موی انسان ذاتاً سفیده پژمان. موی انسان ذاتاً سفیده. آره به خاطر همینه. یعنی شما یعنی ذاتاً چجوری ذاتاً سفید دونه، یعنی به خاطر همین. آره برای خودم جالبه اینجا اینجوری یهو اینجوری سفید. یعنی شما لکه‌ای ریخته بود؟ بله بله، چندین بار این اتفاق افتاده. به خاطر استرس و اینا هم میگن، برای استرس، برای دندون درد، برای چیزایی دندونت درد گرفته موات نه جدی دلایلش زنگ بزنین پزشک، زنگ بزنین پزشک، زنگ بزن دلایلش ایناست. دندون درد کرده، دندون خراب باشه ریزه. آقا اصلا آقا یه دکتر بگیرش رو خدا. من چه کاریه به توی همین شب یاد بدم خودی. هرچی شما خودت راحت باش. آخه بله برای استرس سیخته عزیزم. برای استرس. همون چیزی که تو الان خیلی جمله عجیبی گفت، دندونم درد می‌کرده، موهای سرم ریخته. آقا آقا یه دکتر یه دکتر بیارین، دکتر رو خط خواهش می‌کنم. آقا شما ببند همین درهایی که قراره یکی هم نیستی بدی یاد بدر ببند همینجوری تا پیری بری بدونه که چیزی من اضافه بشه بهت. من مشکلی نیست. من یه دکتر اگه پیدا کنم. آقا این عکس یادته سال 94؟ من چقدر لاغر بودم. ای خدا. امیر غفور عکاشان. بله آخه. بله شما با امیر گفتگو میکردین؟ یادم منو گوشه بودی که نش قدم معلوم بود، خودت یه فاصله ای گرفته بودی. خودم اومده بودم این برتر که اصلا معلوم نشم، یعنی یه دونه قاب این شکلی نداشته باشم. آقای غفور عزیز. آره. بله. آقای پژمان جمشیدی اون سال چند تا مهمون داشتیم، حاضر نبودم با شما گفتگو کنن بدون تعارف. حالا ما با یه شرایطی مثلا میگفتیم یه بخشو من اجازه بده پژمان حرف بزنم. همونا امسال برای فیلماشون شما رو دعوت کردن. من یه خوره بخوام از 94 هم قبل تر برم، حدود 92 شما فوتبال رو گذاشته بودی کنار و داشتی فراموش میشدی. الان 1400 یک سوپر استار تلویزیون و تئاتر و سینما هستی. نظر لطف شما. این 6 7 سال 8 سال چی گذاشته بهت؟ الان به من گفتی یا من؟ آره بهت نگفتم. آخه دیدم میگفتی این برنامه رو این قسمت تو استراحت. آره میگفتم ببین دشیه چایی بخور. خدمت شما عرض کنم که اتفاق خاصی رخ نداد، واقعا یک روند طبیعی که جلوی پای من قرار گرفت و من پیگیرش شدم و پیروش شدم و رفتم و تا به اینجا که رسیدیم. این که نظر لطف شماست، من فقط وظیفه رو انجام میدم و بخشایی که بهم پیشنهاد میشه وقتی متن رو میخونم اگر احساس کنم میتونم اون متن رو در حد خودم خوب بازی کنم قبول میکنم و بازی میکنم. خیلی هم کار خارق‌العاده‌ای واقعا نمیکنم، یعنی بعدش که خوب بازی کردم نمیدونم چه کار کردم، بعدم بازی کردم نمیدونم چه کار کردم. پژمان رو بازی کرده بودی برای من میگفتی که دارم کلاس بازیگری میرم. بله. اینا خودش پشت کار دیگه. مثل که گفتی صرفا بازیگرای فیلمای اجتماعی هن، خب طبیعیه که فیلماشون کم فروشتر باشه. وقتی شما توی فیلم کمدی بازی میکنی طبیعیه فیلم پرفروشتری باشه، هرچند که اعتقاد دارم مردم بین فیلم‌های کمدی هم اون چیزی رو انتخاب میکنن که چرا خنده خودت دارم پاره میشم از خنده. دندونش درد می‌کرده، اینجای موهاش ریخته، آمپول زده دندونش خوب شده. من اصلا خودمو نه منو نگاه کن، بعد چون دندون درد داشته موهاش سفید درد خودمو نه خودمو نگفتم، گفتی دلایلش چیه. یعنی ببین یادش میافتم. ببین من به احترام برنامه جواب میدم، الان شما رأی گیری کن از همه کسایی که اینجا و مردم تو ایران. ببین من میتونم جواب تو رو بدم یا نه؟ من آقایی دارم میکنم. میتونی جواب بدی ولی نمیگم، باورت میشه؟ هیچی بهت نمیگم پژمان، باور نمیکنم خودم کنترل کنم به چی. گفتی دلایلش، گفتم استرس، خیلی عالیه. یه لحظه فکر کنی، یه لحظه آقا نمیخواد متوجه بشه دیگه چه کاریه، چه اصراریه. دیدم آدمای مثل تو من زیاد دیدم، اونه که نمیخوان متوجه بشه. ولی جدی الان باز ولش کن. جدی همون استرسه. شو تو همونو برو، همین روالی که تا حالا زندگی کردی ادامه بده. چه کاریه میخوای با معلومات تر بشی؟
بلش کن همین کار خودت. آخه این اینم میدونی فکر میکنی جزو معلومات خیلی عالیه. وقتی تو نمیدونی یعنی جزو معلومات دیگه. عزیزم من ممکنه خیلی چیزای اشتباه ندونم. عزیزم من یادم میاد باید بدونم. من اصلا چیزای اشتباه گوش نمیدم. بعد موهاش به خاطر این سفید شده. پزشک نیست یا پدرش مادرش پزشک باشه. تو رو خدا به دکتر زنگ بزنید. این تکلیفمون امشب مشخص بشه. سرچ هم میتونن بکنن دوستان، سرچ کنن. اگر واقعا من اگر گفته بودم میایم ممکنه موامه. دندون خراب باعث ریزش ریش یا به صورت نقطه‌ای نه ریش رو علی کار نداره ریش و مو ریش اینم متوجه نیست دیگه ریش و مو با هم یه رابطه ای دارن. نه آخه مو انجفتشون. خب بلشون چطوری علی جان؟ آره واقعا پس روزای سخت گذروندی. بله بله کلی نامهربونی. یادمه که سال اولی که شما کاندید شدی برای سیمرغ، ببخشید اینو میگم یه عده میخندیدن. نه 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 ولی امسال که کاندید شدی و جایزه نبردی همه میگفتن حقش بود. میخوام بگم تو قطعا یک تلاشی کردی که از اون خنده تا حقش بود رو رسیدی و این بسیار بسیار درخشان. هر هر بالاخره هر راهی که شما میری یه سختیایی داره طبیعتا. منم خود از یه حرفه دیگه اومده بودم، خیلی هم دور از ذهن نبود برخوردهایی که میشد. نمیخوام راجبش صحبت کنم، شب عیدم است، میخوام به چیزهای خوب برسیم. البته که میدونم شما داری از نگاه مثبت بهش میپردازی و خیلی هم از شما ممنون. قربون شما برم.